سلام برابکس یوتیوب سوهل اقتصادی هستم کانال اقتصادی ریاکشن با امین امین امروز میخواست راجعه به دختربازی صحبت بپرسه من گفتم برو بریم خب امین جونا بگو ببینم داستان چیه امروز امروز برابکس تو کامنت ها من دیدم نوشته بودم که راجع به تجربیات از این کار بگو چون شما بالاخره قدرتمندی و توانایی زیاد <applause> کی من؟ آره دیگه من که دیدی اون دختر چهار سادش کونم میذاش کجا خود دادم نه خب تو دوران جوانی زیر سی بابا بابا چه دورانی بود یه دوست دختر باز داشتم به میگفت من اگه خواهر داشتم با تو قطع رابطه میگردم کی؟ من؟ حتی اگه خواهرم تو کاندا نبود منم حقیقتا اگه اینجوری بود صد اصلا هیچ اقیه هفشی خطرناکی او خیلی بامزه بود این حرفش هیچ وقت هم نمیده قاسم میگه چقدر تو لشی گفت مگه خواهر و میدونی مگه خواهر داشتم مثلا با تو قطع رابطه میکردم هیچ وقت با دوست نمیشدم مثلا وا دیوونه من که با خواهر گفت تو خفه شو تو همه رو میکنی مثلا مثلا مهم نیست یه بارم دیگه توی مهمونی بودم بعد دستشویی طبقه بالا بود بعد که میرفتی بالا تمام سالن پایین ولی میدیدی اصلا بالا و دستشویی پر بود واسه من اونجا دستشویی که کسی بیاد بیرون یکی دیگه دوستا اومد بالا بغلا وایسا توی پایین نگاه میکنی مثلا پایین چم مهمونی بود دیگه یالا دو خیالم پسر اخو اینجوری گفت واقعا خجالت نمیکشی که 80 درصد دختر رو کردی گفتم ببین فرق من تو همینه تو پایین نگاه میکنی میگی احس بود 80 درصد اینا رو کرده من پایین نگاه میکنم میگم 20 درصدشون مونده حالا از اولین باری که رفتی <تصحيح> تلاش <تصحيح> کنی که با یکی اوکیشی بدی واقعا خیلی باحاله دو تا داستان یادم مال بچگی یکی دختر بود ما خب جفتشون دوستای مامانم دیگه من خوشم میومد ازش رو بهش گفتم که مثلا hey, hey, هی هی خایمالیشو میکردم دیگه زنگ بزنم نمیدونم سلام حالت خوبه چه خوشگلی تو همش خوب. ولی چیز نبود پا نمیداد دیگه یعنی جواب تلفن میداد لبخنده رو میزد ولی من میگفتم دستتو بده دستم میگفت نه پا نمیداد ولی پسم نمیزد خلاصه ما یه چند وقت طولانی سعی کردیم یا نمیاد چقدر جوابی نداد بعد من به خواهرم گفتم که آقا من میخوام مخ نقطه بزنم اسمش هم رودابه بود اسم نگاه کن گفتم که آقا میخوام مخ رودابه رو بزنم رودابه به من پا نمیده و دهن ما رو گایده هی hey میگه سلام عزیزم بعد ولی کاری نمیکنه سلام گفتش که خواهرم که من میتونم بعد مخشو بزنم ولی هرچی میگم باید گوش بدی گفتم اوکی بعد زنگ زدم به دختره گفت زنگ بزن بهش به رودابه و باش تلفن حرف اینا بعد خواهرم بهش گفتش که بهش بگو که میای با هم فردا شب شام بریم بیرون بعد گفتش که نه من مثلا فردا بیزی ام بعد خواهرم گفت بگو که اوکی گور پدرت گوشو قطع کن روش گفتم چی گفت بهش بگو گور پدرت گوشو قطع کن گفتم ای این چه حرفی آخه تو میزنی من بعد دختر بعد احترام بذاری بگی عزیزم بنام گربه ملوس با بعد تو مغزم به خودم گفتم که ببین تو که نتونستی دیگه تو هرچی تو مغزت بلد بودی و هر ترفندی که فکر می‌کردی یه انسان میتونه باش کاما بکنه رو کردی دختر پا نمیده پس واسه تو که فرقی نداره این دختر دو با رو برگ, برگ سوخته است بیا ببین خواهرت چی میگه ببین خیس عرق شدم خجالت گفتم گور پدرت گوشو قطع کردم بعد شروع کردم سر خواهرم داد بیداد کردن که این حالا الان جاکش گوشو قطع کردم و به خواهرم گفتم که جاکش این چه حرفی میزنی، چرا اینجوری کردی مثلا دیگه عمرن دختره به ما پا نمیده و آباز من گوشو بده تا برنامه ول نمیکنه گوشو قطع کردم و به خواهرم گفتم که دود چک احمق بازی بود و من این همه زحمت کشم دیگه دفنتی دختر پرید و بهت میگم ما خایمالیشو میکنیم و بهش کادو آفر کنیم و عطر و شام پا نمیده بعد تو بهش گور پدر گوشوش قطع کن و دیگه عمره همین که داشتم زر میزنم تلفن زنگ زد زن. خواهرم یه لبخند زد گفت کاستنگ میگه یعنی چی شوهرش برداشت گفتم الو اون موقع که مثلا الان بدیم چی زنگ میزنه الو ای چرا قطع میکنی من که چیزی نگفتم چون ناراحت شدی بعد خواهرم اینجوری کرد یعنی دیدی بعد گفتم گفتم که اوکی بخوام گوش گوش بهش بگو من حوصله مسخره بازی بچه بازی ها ندارم یا فردا میای با هم بریم دیت قرار یا اینکه تو برو راه خود منم راه مسخره تو که نیستم من همین رو به دختره گفتم اوکی اوکی نه فردا جورش میکنم فردا میتونیم میتونیم آقا دختر اومد بیرون و رل رله شد و رفتیم توش دیگه بعد ولی مثلا بعضی که چند بار با هم مثلا رفتیم بیرون هنو خیلی مثلا چیز نبود فقط به خاطر اینکه من مخشو زده بودم اومده بود نمیخواد جوری اینکه در واقع به مخشو زده بود اومده بود بعد دیگه من بعد چند وقت اینا پاسو شدن به دوستم هم امیر حسین که همه اسمش رو گفتم امیر حسین این دختره مثلا اینجوری که بوش میاد از تو خوشش میاد مثلا ما هم بیرون همش جو تو حرف میزنه و اینا بیا بزن تو کارش امیر حسین هم گفت اوکی پی دوشو بعد دیگه اینا با بودن میمدن خونه بعد میافتن تو اتاق مثلا چه نیم ساعت بعد میمدن بیرون موهای به هم ریخته ماتیک دختره رو صورت امیر حسین امیر لباسش عوض شده مثلا با شلوار جین میرفت و تیشرت با شلوار گرم کن و پیرم میومد و پیرانم برعکس مثلا پوشیده بود بعد میگفتیم که امیر حسین بعد اخر خدافظی میکرد میرفت مسخره بابا ماماش خیلی گیر بودن بهشون میگفت دانشگاه داره بعد میومد مثلا وقت داشت دیگه میگفت من دو تا چهار بیرون باید باشم مثلا دو نیم میرسی تا سه میداد سه و نیم من برمیگشت که چهار خونه باشه بعد برمیگشت میگفت که امیر سین. رفتی تو تا خوب حال کردی نه nah. ما فقط صحبت کردیم آخه مادر در برای چی دروغ میگی دختره که ما بهت پاس داریم هم <تص> که میدونیم داری میکنی لباستم برعکس میشیدی خود اخو که خب با هست تک لباس درست بوش و می این دختر اولیه بود که نشد دختر دومی که رفتم تو کارش و مامان رفتیم مهمونی با سه تا دختر اومدن توی سه تا دختر جدید اومدن دوست مامانم که من نیده بودمشون من یکیشون خوشم اومد تلفن دادم و تلفن گرفتیم و لاو بازی و بدوستم و یه کار خیلی زایه کردم البته خب الان که فکر می‌کنم با آوازه است من دختر یه عکس داشتم نمیدونم چی شده بود اون به من یه عکس داده من به اون یه عکس داده بودم عکس همو داشتیم همین چند یه عکس کرده بودیم و من عکس دختر رو برمیشم هر روز میگفتم ماچ میکردم بوست میکردم قرب صدقه شون و چقدر تو خوشگلی فلان بسا آیا بهش زنگ زدم بهشینو گفتم گفتم ببین من عکس تو رو برمیدارم ماچ و میکنم و من قرب صدقه میدم تو هم این کارا رو عکس من میکنی تو خری گفت چی گفتم این او کسخلی نه من باز چی همچین کاری هم هم بکنم گفتم که اوکی من میکنم خلاصه خیلی اون روز خجالت کشیدم یعنی قشنگ یادمه که بودم یعنی انقدر زای شدم که من مثلا گفت گفت چه کار احمقانه مگه مثلا چه فیلمه و خیلی خراب بعد این دخترای بیچاره دهنشو سرویس کردم باهاش دوست میشدم بعد یه دختر دیگه میومد خوشگل باهاش بریک اپ میکردم با اون دختر دوست میشدم بعد دو هفته خسته میشدم با اون دختر جدید بریک اپ میکردم برمیگشتم با این بعد تو اون دو هفته و یه دختر دیگه پیدا میکردم دوباره میرفتم بعد دختر آخر این کار هی با این کردم دختر آخر دوست صمیمی خودش بود که تولد گرفته بود برای هم دیم. این برای اون آره دوست دختر من تو خونش برای دوست تولد گرفته بود بعد اومد و من دوست رو زدم روزه من از که دیگه اونم تکنیکی دی آخرین دوست دخترم بود که از ایران اومدم آره بهش گفتم تو وقتی از ایران اومدم دو تا دوست دختر داشتم دوست دو, دو دوست دختر دو تا نداشتم یه دوست دختر داشتم یه دخترم بود که باهاش دوست بودم ترتیبش میدادم چه جالب ترتیب دوست دخترمو نمیدادم باهاش دوست بودم با اون که دختری که دوست دخترم نبود ولی ترتیبش میدادم اومد نمیدونم چه احمقانه بود بعد به اون بعد وقتی تحت بهش میدادم به اون نگفتم از ایران دارم میرم فقط اون هر چم مثلا نشستم تو اپم اومدم اینجا بعد یه روز مثلا سر ماه چهار ماه بعد به من ایمیل زد که دو ماه نخوبیدم اون دنبال تو بودم و فکر میکردم چیزی شده و بالاخره فهمیدم که رفتی و ایمیل تو گیر بودم چه آدم کیری هستی من یهو باشم رفتم دیگه گفتم آقا من نمیخوام مثلا هیچکیو ببینم به هیچکی بگم فقط یه روز صبح بولا میشم دیگه سوال نیست بعد داشتم واسه گلندری رو تعریف میکردم گفتم آره من وقتی به اینا می به هیچی نگفتم خیلی سیکرت و یابوشکی از ایران اومدم بیرون فقط به امیر حسین و علی رزا و بابک و یه امیر سین دیگه و تناز و سارا و یاسی مثلا یه دوتا دیگه هستم گفتم امیر حسن و به اینا گفتم یواشکی از ایران اومدم بیرون بد. قلندر گفت من تو تمام زندگی من انقدر دوست داشتم یعنی همه دوستامون جمع کنی میشه همین چندایی که تو گفتی اینا شد. هر کی بود و نبود بود. خیلی با مزه گفت ببین تلفن اون موقع موبایل ها فقط اسم میخواستی سیف کنی تو سیم کارت میتونی سیف کنی خود خب تلفن ها مموری نداشت سیم کارت هم فقط 100 تا اسم میتونه جا میشه توش خب مموریش کوچولوه من 100 تا سیم کارتی که داشتم یعنی 100 تا اسمی که داشتم بدون استثنا دختر بودن همه دختر بودن بعد یادم مثلا تو توی مهمونی پسر میومد میگفتش که خیلی مثلا باحال کردم تلفن بنویس مثلا یه با هم حالی بکنیم بعد که داد تلفنم جا نداره تلفن تو بنویسم تو تلفن منو بنویس زنگ بزنم من جا ندارم اینجوری چیز بود بعد تو دفعه تلفن می نوشتم بذار برم دفعه تلفن میتونم بیارم نبود که انقدر دمه دست بود این نگاه کن من خیلی مرتبم دفتر تلفن اینارو رو چرا اصلا به خودت اووردی کار تلفن دوستام دیگه باورم نمیشه من کل دوستام به چهار نفر خط تلفن آتش نشنی 125 من نه کن الان تقریبا نشون میدم دوربین ببینه خب نه کن این الان الفه بعد این ب پ ت سه نداریم او را جم نداریم چم نداریم ه خم نداریم د بر ه او چقدر سه شه سات سات که دوباره همون سه تی اول تلفن رو ببین یک دو سه چهار پنج شیش هفت رقم هست الان ما چند نفرشون در ارتباط خلاصه اینجا داشتم هیچ کدوم حالی. هیچ کدوم این صفحه صفحه دخترهای چیزه سهر شبنم شراره ارکیده سارا دنیا کتایون نازنین تارا مهتاب مروارید یار پارمیدا سهر ساقی ستاره نیلوفر النا سروناز گلناز ساحل مینا این دخترای قرار مخشون رو بزنیم در واقع سید اینجاست تلفن خودشون داشتم بعد شیکمو بودم ررو کن ببین چقدر رستوران داره توش تمام اولیا رستوران 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 ژاپنی رستوران کاسپین رستوران آریان رستوران در به در رستوران بیژن رستوران صدف رستوران چینی رستوران مهتاب رستوران در به در رستوران 222 ای بر رودابه همون ر بود بعد رودابه رنا رکسانا رسا رضا رامین اون رزا دماغه یه <applause> دوست داشتیم دماغش خیلی گنده باش کنیم اونه آره چه باها خلاصه آره آقا دیگه این داستان اولین دختر بازیه من بود اینی که من فکر میکردم باید مثلا خیلی مهربون باشی و آقا باشی و برسی و اینا کاملا اشتباه بود دختر از اونی خوششون میاد که بیتربیت و تخمش نیست و ببین بیتربیتی خیلی لغت سختیه که بگم نباید بی تربیت باشی، باید بی باشی. هر وقت تونستی بتونی اینو بفهمی، اون چیزی که دو دختر دوست دارم اگر در بشی تخمتو بخوای بگیم آ من فلانم دهنه بعد یه گوزن بدی دختر حا... همونجا بالا میاد روت میگه کیرم تو کوسی آدم چه کی آدم کیریه اون کاری هم که من میکردم عزیزم گل میدم بعد گل بفرستم فلان کنم اونم هم همینطوری یعنی اگه می اومدم خایه می مالوندم و گوز میدادم بیشتر شانس داشتم تا اینکه مثلا آقا بودم و این افر. بلکه اونجا اینا خواهرم یاد گرفتم دیگه اینو مثل قانون کردم برای خودم دیگه گفتم آقا نگاه کن دیگه یعنی تو که الان حرف خواهر تو که فکر می‌کنی 100 درصد سباس گوش دادی و جواب گرفتی و شیش ماه هر راه دیگه خود رفتی و همش به بنبست خورد آقا تو نمیفهمی اینو که میتونی بفهمی بفهم که نمیفهمی حالا یادم نفهم باید بری یادم باشور رو فالو کنه منم خواهرم آدم باشوره بود تو زندگی میگه اون به من میگفت گفت, گفت. اینجوری بریم به اون اونجوری بریم به اون دیگه من یاد گرفتم چهار سال دیگه من که بود خواهرم رفت دیگه من عادی شده بودم خودم خوب. همین کارا رو میکردم مثل بنز چیز خوبیه یعنی درست است این حرکت زدن و سنگین رفتن تو داستان بعد خود بهتر تو سوال تو بپرسید اینکه یعنی چی رو زدن؟ خیلی آتفی زیاد دیوونه با یعنی تو 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 جوانی آتفی بریم ندیگه میگم آتفی نباید سنگ... بریم دیگه. جوری که مثلا وای من میمیرم اگه تو نباشی نه اون دیگه اون نشون میده آدم فوق العاده احمقی هست یعنی به اون لول میرسی نه که احمق بدا احمق خوب حالا هر چکی لغتش هست بی تجربه چون تو وقتی به اون لول میرسی و تا حالا کسی بهت نگفته باشه که آقا آروم باش اوکی تموم میشه به خود فشار نیار همه همینن هر خار کسته اولین دختری که باشه شده همینجوری عاشق شده این یعنی تو چیز خاصی نیستی تو اگه بفهمی که نمیفهمی میدی خودتو کنترل کنی ولی اگه بگی نه خب این طبیعیه دیگه من طرفو دیدم واقعا عاشقش شدم دوستش دارم و اینا 99 درصد به ضرر تموم میشه به ضرر اون طرف تموم میشه و زندگی تو وقت رو تلف میکنی و جلوی پیشرفت خودتو رو میگیری 99 ممیز 99 بگم بهتره چون 99 دیگه خیلی صد نفر یه نفر با موفق بشه همین چیزی اصلا نیست بعد به ازت بهترین سن این موضوع چیه چه موضوعی کس بکنی یا بری از هم بگیری سنگین بری عاطفه توی رابطه عاطفی عاطفی واقعا هیچ وقت نباید توش اگه دروغ نخوام بگم هر وقت عاطفی بری توش بالاخره کیر میخوری بدون استثنا تو هر سنی حالا اگه به جواب جوابتو بخوام به زور بدم سی تو تو سن سی سالگی 29 و 5 ماه هم نه بعد از تولد سی سالگی میتونی بگی آقا من یه دختر دیدم عاشق شدم اونم سی سالشه من اینو, دوستم. اونو اینو دوست دارم اونم اینو دوست داره من این کارو میکنم اونم کارو میکنه دو سالم با هم برنامه داریم من اینو واقعا دیوونهشم اونم میتونه قبول کنم ولی اگر به اون طرف نشون بدی که عاشقی چیه اونم ازت خسته میشه حالا من مثال خودم میزنم من یه دختری باش دوست شدم هفت سالم با هم بودیم همه کارم براش کردم یعنی همه کارا یعنی من آرزون بود شش ماه اون کاری که من برای اون یعنی من هفت سال واسه اون کردم لی من آرزون بود شش ماه یکی واسه من این کاری که واسه اون کردم واسه من بکنه این شیش ماهی که بعد اینجوری برسه هر چی میخوام برام بخره هر چی میخوام برام بکنه هر میخوام منو ببره هر چی میخوام برام بگیره حسن یعنی این واقعا انگار بهشتی بعد اون چیست شد یعنی آدم خیلی آدم کیری بود یعنی سی سی میتی میشنوی خب اون تموم شد با دختر بعدی اومدم گفتم که اوکی این دختر من خیلی دوستش کردم اینکه که من قبلش خرج کردم و اینا این دختر خراب کردم دختر بعدی و میگم که باید بری سر کار پول در بیاری گروپای خود وایسی نوادی به هم فقط اتکا کنی دو خبری گرفتیم همین کارا رو کردم ماهی مثلا 500 دلار می آورد تو خونه برای برای ما انقدر چوسی می اومد سر این 500 دلاره یا مثلا 1000 دلار 500 دلار بین 500 تا میاد. می اومد بسیدش کار بدم انقدر چوسی می و انقدر مثلا می گفت ما من من هم تو خونه این وار و مثلا مساویم دیگه یه روز نشون داد گفتم مادر تو تو توهم زندگی میکنی میدونی خرج زندگی ما دور بره مثلا 32000 دلار ماهیه چی 32000 دلار تو هم کوسخلی سویلا گفتم اوکی بیا وسط نوشتم چون می‌دونستم در همین مذاکره می‌دی باز کردم کامپیوتر رو اکسل دونه دونه خرجا جمعش کامپیوتری با این نگاه که دو سه بار خون آقا وات من باورم نمیشه گفتم آره خود که احمقی آدم این آدمای بی شعور کد یعنی انقدر شعور نداری که بیا تو زندگیت ببینی چه اتفاقی میفته ولی وقتی 500 دلار میاری اونجا میبینی تو زندگی داره چه اتفاقی میفته من 500 دلار آوردم حتما خرج ما 1000 دلار ماهی دیگه آقا کش, کش احمق اگه نمیفهمی چجوری وقتی خودت پول میاری میفهمی که پس حتما نصفشو میدم اگرم نمیفهمی چرا اصلا حرفشو میزنی اگر میفهمی چرا مال منو نمیفهمی که من دارم برات انقدر در ما پول میذارم دقیقا بالای 30000 دلار بنده دارم میذارم تو جاکش داری 500 دلار میذاری چه تو اینو نفهمیدی ولی وقتی خود 500 دلار میاری هوشمند سری چون روز اول که بود سه سال بنده بردارم اینو ببرم کلاس پول کلاسشو بدم بیارم اینا که یه مدرک کوسیر بگیره آرایشگری اونم بعد بره تو آرایشگاه تخمی وایس بهش پارت تایم کار بدم مثل سگ کار بکشن من نداشته باشمش مسافت نتونم برم وقتم پر باشه که خانم آخر ما 500 دلار بذاره تو, تو, حساب خونه من پولر نمیخواستم من فکر کردم اگه یه نفر اینجوری باشه مسئول میشه خودش میبینه که چقدر سخته میره کار میکنه این همه مثل سگ زحمت میکشه فقط 500 دلار از دلار در درمیاره تو کل ما ارزش بده به من به خانوادهمون به کاری که داریم با هم میکنیم حسین آقا اگه بگی اینا میفهمن یعنی اصلا گاو گاو خلاصه بهش نشون دادم گفتم که اینجوری اینا اونم اوکی ولی میگم هیچ فرقی نکرد یعنی دقیقا بعد چند وقت تبدیل شد به همون دختر اولیه بعد که این اتفاق افتاد گفتم که خیلی خوب من که میدونم من آدم بدی نیستم من که میدونم خیلی دارم از آدم دیگه که تو سن منه تو لول منه بیشتر پول درمیارم و موفق ترم از نظر مالی من که میدونم نظر اطلاعاتی من خیلی بهتر و بیشترم از آدمای همسن خودم چون هر روز مطالعه میکنم هر روز زیاد میگیرم فلان بسات خب من تحصیل کردم تو مدرسه نرفتی من کارم ماهی چندین هزار دلار پول در میاره تو الان در نمیاری من خیلی مثلا آدم درس خونده و تحصیل کرده ایم تو مثلا نمیتونی یه دونه صفحه نمیدونم مثلا چی بگم نسخه بنویسید یه درخواست بکنی به همسایه که مثلا من امروز مهمونی دارم ببخشید که سر صدا نمی کنم اینو نمیتونست بنویسه تو از ایران اومده بود اینجا فقط فیلم ترکی نگاه کرد بچش تو آرشگاه شده بود دیگه کجا یاد بگیره نوشتن چه جوریه خب بس من میگم تو هر چیزی که مقایسه میکنم تو از من پایینتری تری من پولدارتر از مامان بابای تو هم مامان من تحصیل کرده تحصیل کرده از مامان بابای تو هم مامان من دونه دیده تر از مامان بابای تو هم هر جوری بخواید حساب کنی نامردی این... این کار قشنگی نیست که تو خودت با یکی مقایسه کنی ولی واسه بحث ما اگه به مقایسه کنی من 15 تا چیز برنده داشتم روی این آدم ولی هنوز من آدم انه داستان شدم رابطه تمیز نبود قشنگ نبود به من نمیرسید اون احساسی که من میخواستم هیچ وقت نمیگرفتم همیشه رو ضرر میکردم وقتی دو تا دختر اینطوری شد گفتم خیلی خوب دیگه این ایراد از توه چون نمیشه که دو تا دختر کور باشن این همه چیز رو نبینن مثلا اگه من ریاضیم خوب بود اون فیزیکش خوب بود مساوی بودیم ولی اگه من ریاضی و فیزیک و شیمی فهمیدم می کار کنم تو یه صفحه کاغذ بنویسه به همسایش بگیم. من آب میخوام خب بعد ببینی که من از نظر تحصیلاتی بالاترم دیگه وقتی بغل هم چه چشش میبینی که من ازش قدم بلندتره دیگه وقتی میدوی میبینه من سعی تر میدوام دیگه وقتی میبینی میسی بخیر میبینه من بیشتر پول دارم دیگه وقتی میبینی کار کنیم میبینه خب من کارم 12 توش کار میکنن واسه من نمیتونه نبینه بعد داره میبینه پس هیچ ارزشی واسش نداره پس منم که دارم بی ارزش می کنم. پس فهمیدم من با دادن ارزش به دوست دخترام کاری که میکنم به اینا توهم باحالی میدم اینا میرن بالا بعد که میرن بالا منو به پایین نگاه میکنم میگه این تخمین چیه چون میگه سوهل خیلی خفن ها اینجا من با دوست دخترم دوست شدم خوش اینجا میبینه منو اینجا میبینه و من میگم تو خیلی خفنی وپ تو خوشگل تنی وپ من خیلی خوشم که با تو ام وپ اینو بخرم وپ بیا این کارو بکنم وپ به من مسافرت اوپ و اینجا که میرسه مادر جنده اینو یادش میره پایین نگاه میکنه میگه من چرا با اینی که پایین تر از خودم دوستم برم اینو پیدا کنم این سوئیل که چه بعد بعدم مغزم داره منفجر میشه چون من اینو یادمه من سعی میکنم اینو برسونم اینجا من اینو یادم نرفته این چون نمیخواد اینو یادش باشه اینو فراموش میکنه کامل خیلی هم تو این کار خوبن اینو کامل فراموش میکنه فقط تو این میمونه بعد فهمیدم که این کار منه که من این کار میکنم با النا که دوست شدم به خودم گفتم گفتم سوئیل اگه میخوای این رابطت کار کنه دیگه خود قبلی نمیتونی باشی نمیتونی خود کاملت باشی اینی که مثلا دوست داری 24 ساعت به دوست خودت بگی تو خدایی تو باحالی دوستت دارم قربونه من بم دست تو بمالم بز بوست کنم بعد از یه ما دختر ان شده بعد حالا شب بابت نشه بعضی موقع هست مثلا النا میاد تو بعد لباسش خیلی خوشگله مثلا میگم وا چه دافی شدی بعد میگم اه. بعد خودم نگم میدارم میگم نه نگو نه نگو بعد اصلا پاره میشم از تو انقدر ناراحت میشم که نمیتونم خودم باشم اون لحظه ولی برای رابطه باید بکنی اگه میخوای رابطه موفق باشه رابطه مثل شطرنجه هر روزی که شل بازی کنی بازی نکنی کیشومات میشی کی کیشو شمات هم بازی بازی تموم شده ادامه دیگه نداره اینو از من به عنوان یه دون تجربه که من بدجور گرفتم چون خیلی آدما وقتی تو رابطه رابطهشون بده بعد دلیل میاره میگه من پول ندارم دخترم میگه کس کش من نمیتی ببری بیرون راست میگه دیگه مگه کار داشتم میگم بزنه یکی دیگه میگه ماشین نداری یکی دیگه میگه خونه خودتو نداری یکی دیگه میگه کار نداری یکی دیگه میگه دولت کوچولو یعنی همیشه یه قر میزنه و تو همیشه میگه اگه من کار خوب داشتم اگه پول داشتم اگه ماشین داشتم اگه ماش خونه داشتم این خوشحال بود اشتباه فکر میکنی همه اونا رو داشتی بهترم میگه بشه اگه طرفت ان باشه ان میشه طرفت هم خوب باشه خوبه اصلا مهم نیست همین النا دوره مثال میزنم خانم الانمو من وقتی النا باش دوست شدم توی خونه یه خوابه زندگی میکردم چون تنها بودم میخواستم چیکار کنم یه, جا... یه خونه کوچیک گرفته بودم خیلی خیلی زندگی معمولی معمولی النا اومد و خیلی قشنگ با ما رابطه برقرار کرد بعد که با هم شدیم گفتش که خب بس بریم تو خونه هم دیگه گفتم اوکی کم میام خونه تو خونه من که یه خوابه جا نداریم یه بچه داری تو با خودت نه اوکی اومد تو خونه یه خوابه با من ساخت تا شبا میگادم یه دونه از این گاز کوچولوها داشتیم که روشنش میکنی فکر تو کانون 20 دلاره بعد اینو میبرد میذاشت جلوی در خونه در باز میکرد میشه رو پله ای اول اینو روشن میکرد روش مایتو میذاشت بعد دائما در استک درست میکرد تو نمیدونی این صحنه چقدر واسه من قشنگه من مثلا خونه داشتم که سه خوابه توی کلهاربر داون تاون ویو استنلی پارک و اقیانوس بعد ساپنت تمام سمت چپ ساختمون مال منه یه بالکن دارم از این تا اون ور یعنی مثلا بالکن دارم مثلا 20 متر ارزشه حتی طولش میشه دیگه ولی خب بعد تو یه باربیکیو داشتم که تو میتونی جوش 80 تا همبرگر با هم بذاری سایز قول ما یه دفعه این دختره یه بار نمید. یه دونه چیز روشن کنه روی اینا بگه سوال بخوام به حال بدم میدونی یعنی مثلا فقط در آشپزخونه باز میگم میز شوش بعد النا بعد یه گاز از تو انباری می آورد بعد زانو میزد مثل این حمالا کنار خی... خیابون میزد بعد مثلا عمله میخواستم اینا اونجا دود بالا هم میشد همه جا خودش پوی دود گوشت رو میگرفت چون جایی نداشت که بره رو پل نمیشه که جا خود آب و بارون میخروش تو نمیدونی این صحنه چه لذت بخش و ارزش داره واسه من که یعنی یه آدم با یه دونه گاز و یه پله میتونه با خوشمزه ترین استیک رو درست کنه ولی یه آدم های دیگه میتونن تو خونه فلان وسایل فلان بهترین گوشتا یه خاطره واسه درست نکنن تو فکر کن من با این دختره مادر جنده هفت سال دوست بودم یک خاطره خوب از این ندارم یعنی یه آدم چقدر میتونه کیری باشه یه دفعه یه غذا درست کنه یه دفعه یه حتی چرا یه دفعه به من حالا دروغ نگم چون من آدم دروغ واقعا نیستم همون یه شش ماه یه سال که با هم دوست بودیم یه بار خونه نبودم اومده بود خونه من خونه ها مرتب کرده بود بمونه که من خیلی دارم مرتب یعنی خونه من تو به چیزی زیاد مرتب کنی ولی اومده بود گفته بود که اوکی بذار میزاری یه بار دستمال بکشم یه گل خریده بود گشته بود روی میز من که وارد شدم گفتم عجب این تنها باریه که این آدم واسه من کار خوب کرد یه بار دیگه هم ولنتاینز بود صبح اومد خونم من که خواب بودم بدون که بفهمم صبحونه درست کرد برای من خودش هم لباس سکسی پوشید نشسته بود روی میز که من بیام جفتشون رو بخورم دو تا کار خوب بسه من کرده یعنی توی هفت سال تو اگه بکنی میشه مثلا 2500 روز 2495 بار کار کیری کرده دو بار کار خوب به خاطر همین ام این به نظر بنده این ذات درونی تمام دختراست به علاوه مامان خودت به علاوه خواهرت به علاوه خالت به علاوه, خالت، به علاوه و هر کدومشون حال بدین سوار میشن هیچ کسی از سواری بدش نمیاد یه دوست داشتم خیلی مثال قشنگی میزد میگه اگه من یه ماه بیام خونه تو هر روز بهت آبجو بدم نه تو بهم هر روز به آبجو بدی روز سیوم بیام به آب جو ندی شاکی میشم میگم مگه من مسخره تو هم من کو منو نخ... نسخ کردی فلان 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 ولی اگر تو اون سی بار یه بار بهش آبجو ندم فقط روز سیوم بهش یه دونه بدم دست و ب... پای منو میبوسه یعنی توی سناریو یه بار بیار دادم دست و بوسیده شده توی سناریو 29 بار بیر دادم به هم انم زدن یه دقیقه به این خوفه کنی حداقل اگه قرار به ان بزنه انتظار داری با یه بیاریه باشه این که 29 تا بدیو ان بخورید یه خیلی ظلمه واسه همین اینو یاد بگیرین آدم این چیز یاد گرفتنیه یه چیز فهمیدنیه و بفهم تمام پسرای ایران همیشه تو با میگم تمام بالای با 90 درصد هم سوال میکنن توی این ایده هستن که باید به دختر رو بیبی کنن کوچولوش کنن دختر نباید آشغال ببره دختر نباید در باز کنه دختر نباید پول غذا بده دختر نباید چمدون از پلا بکشه ببره بالا و و و و و, و, و. پسره شاید زنش مجبور بشه چمدون ببره بالا چون یارو سر کار زنم چمدون کشه ولی پسره هرون ناراحته پسره میگه اگه من لاتاری ببرم یهو بهم 100 میلیون دلار پول بدن امکان نداره دیگه زن من جعبه بلند کنه ولی من که لاتاری الان بردم تکنیکلی بزنم میگم چمدون رو بردار بیارش پایین دو تا چمدونه یکیشو من میارم اونش دارم النا بیا اون کیو بیار پایین دارم شطرنج بازی میکنم اون لحظه که النا صدا میکنم النا بیا چمدون رو بر پایین از ته دل ناراحتم که چرا دارم به النا حرف میزنم چرا دارم النا رو زور میکنم چمدون بیاره وقتی مثلا واسه من راحت تره. من دیوس آرودی اینجا به خاطر اینکه نمیخوام رابطه مو دست بدم میخوام تا روز آخر با هم شطرنج بازی کنیم توی بازی قشنگ باشیم برنده نداشته باشه فقط بازی کنیم و تموم بشه یکی آخرش بزنه زیر میز برگره. یعنی یکی اون بمیره ولی اگر لوس کنی شل کنی بازی و کیش و مات میشی بازی هم تموم میشه یعنی هم بازنده میشی هم بازی تو دست میدی منم دارم دوباره تکرار میکنم اینو همه فکر میکنین مشکل پول مشکل جایی که هستین مشکل کار مشکل خونه است مشکل محل مشکل مام هیچ کدوم از اینا نیست تمام اینا کسوشره شره تمام بهونهایی که دخترها یاد گرفتن که اگه به تو بگن تو نمیتونی جواب بدی تو هم خود یاد گرفتی که آره دیگه اون دختره رو کن که هر روز داره تو اینستاگرام عکس میذاره با شوهرش هر روز بهترین رستورانان بهترین جهان دخترم داره میخنده چون ما هیچ آیدیایی نداری که وقتی این تلفن خاموش میشه دختره چه پتیاری میشه یه بار من چون با ماشین برمیگشتم داشتم میرفتم داون تاون بعد این دختره دهن منو سرویس کرد دهن سرویس کرد دهن سرویس کرد. کرد یهو دیگه ببین من اصلا قاطی کردم چون نمیفهمیدم چرا دا داستان خامنه‌ای ایران بود گفتم چرا داری کارو کیری میکنی ما که آدمای خوبی هستیم رابطمون که خوبه من که آدم کسبازی نیستم برم چیت کنم رو تو وز مالی مونم که خوبه زندگی که خوب داریم میریم از همه جلوتریم چرا تو باید کیری باشی چرا تو باید آدم عوضی باشی من نمیفهمم اینو وسط خیابون تو اتوبان دور زدم بر... کردم برشن طرف خونه بعد آخر گفت نه نه که من معذرت میخوام بعد مادر جنده اگه میدید به مثلا رستورانی که میخواد نمیرسه آروم میشد و اگه تو راه رستوران داشتیم میرفتیم تا را... رستوران ننه منو میگایید ولی اگه دم رستوران دور میزدم خایمانی میکرد چون میخواست به غذاش برسه اصلا تو نمیدونی دختر چه مادر جنده های های ها. بعد دور زدم تمام اتوبان با مش میکوبیدم تو بوغ ماشین و اربده

به اون مش بعد دختر خواهی که و چسبیده بود به گوشه در من هم فقط همینو میخواستم میخواستم زر نزنم نه از اتوبان تا در خونه دختر داد زدم و مش زدم رسیدم در خونه درو باز کردم فقط ماشین هولش شدم پایین درو بستم رفتم با این حال موندم تو رابطه چون وقتی که تو عاشق میشی خورده گفتم سر بولانست احمق میشی یعنی هر الاغی که تو فکر میکنی جای من بود اونجا و بگی آقا من دارم همه چی به این دختر پتیاره میدم این جنده کسکش دوقرونی هیچ وقت به من خوبی نمیکنه الانم به جای رسیدم که دارم تو ماشینم مش میزنم و داد میزنم به خاطر این گوه کیری خب چرا این تو زندگی منه برو گم شو ولی این کار نمیتوسم بکنم چون تای دلم میگفتم نه nah, این جوونیش گذشته واسه من من تو 22 سالگی با این دوست شدم الان دیگه داره میشه شفته میشه نادزدی نامردی من نمیتونم این کارو به این بکنم پسرا ما خیلی مهربونیم ما خیلی فاکین مهربونیم بعد ما فکر میکنیم ما بده ایم خوبه ما مهربونیم دخترا بدان خب بعد وقتی تو اون بدر رو خوب تاس خود فکر بکنی دیگه اصلا به گامیدی بعد اونا اینو میدونن با یه لوس کردن و کوچیک بودن و چون ببین هم خوشگل ترن هم تو دلبرتن چه بچه انقدر خوشگله چون کوچولو تره چیزای کوچولو کلا خوشگل تر خوش و گوگلی ترن دخترم اینو داره روش بعد ما پشمالی اونا بی پشمن. دوباره اون گوگلیش میکنه اونا نرم ما سفتیم دوباره گوگلیش میکنه بعد اون پرتغال هم که بذاری روش لاپاشون که دیگه اصلا سیستم به گام میره دیگه دیگه سات اول نمون فقط پرتغال میتونه مغز تو رو بزنه بخاطر همین تو همیشه توی توهمی هستی که این یه دختره خیلی ماه و عشق و فلان و بسال تو نباید مثلا این ناراحت کنی اینجوری فکر نکنید دخترها یه چیزای فوق العاده حسابگر حواس به جمع به فکر خودشون فقط و میخوان به خودشون چیزی که خودشون میخوان بهش برسه اصلا تخمشون هم نیست که تو چی میخوای کی هستی چی هستی تمام مردایی که الان زن و شوهر دارن یعنی زن شوهرن یک سال شروع کردن کار نکردن 95 درصدشون به طلاق میرسن این یارو میگه من دیگه نمیخوام کار کنم حوصله ندارم اصلا نه مریض شدم نه مشکل نمیخوام دیگه کار کنم الان ما 10 سال زن شوهریم 10 سال تو خون خوال خوالی خوالی بدیم من ده سال کار کردم حالا من دیگه نمیخوام کار کنم منطق چی میگه منطق میگه خب بس نوبت تو به 10 سال کار کنی دیگه این که کوزه خارش منطق دوم چی میگه خیلی خب 10 سال کار کرد حالا یه سال نمیخواد کار کنه قبول بزن یه سال سخت زندگی میکنیم این حال کنه دیگه نمیدیم بیرون یه کفش گرون نمیخریم ولی این یه سال حال کنه اونم نه در حرف 4 ماه میذارتت میره بعد به هر کی میرسه میگه آره یهو کس خود نشاست خونه گو کار دیگه نمیکنه کار زندگیونو از بین ببره اونم یه خوش شو زندگی تو سیف کردی خواهر من چه آدم کیری بوده اگه دروغ میگم کامل بزنم این کس میگی میگم بعد حد چیزی یه دختر متاسفانه خودشو تو جامعه به چیز ضعیف کوچولوی تو سعی خور زده یه شیطان وحشی بیرحم جاکشه اگه بتونی کنترلش کنی یه همچین قولی رو تو تیمت داری خب خوبه دیگه تو بازی میکنی دیدی کاراکتر کسخاله اون دختران تو داشته باشی خوبه داشته باشیش بازی باید میشه ببری ولی بعد کنترلش کنی یعنی تو کنترلش کنی تو هم میگاد این شخص دختره و پسرا من میدونم نه که احساس میکنم میدونم اینو نمیفهمن ماها جوری که تو تلویزیون دیدیم تو فیلمها دیدیم تو رو شنیدیم مامانه میاد خونه فهمیدی مجید چیکار کرد برای زنش سورپرایز یه دونه ویلا خریده تو شمال اینا یه جوری میگه که بابای تو ننش جنده شه چون فلانی یه دونه ویلا خریده ولی مریض دیگه خب اون که خودش شعور داره بابای تو نمیدونه ویلا بخره اگه میدونی که میخرید تا الان منتظر کسوشه تو که نبود ولی میاد یه جوری به بابای میگه که بابای هر روز تا آخر عمرش بره کار نتونه ویلا رو بخره میگه من چاغالم دیگه یه ویلا رو ببین شوهر فلانی خرید ما نتونستیم ایرانی هم که خوراک چش و همچش میگه یعنی من هیچ کشوری بیشتر از ایران ندیدم تو چش همچش همه دارن ها ولی ایرانی ها وحشیانه دارن تو لولی که مثلا اینجا تو تلویزیون مثلا آمریکا داره فیلم آمریکایی میسازه میخواد به یکی تیکه بندازه میگه انگار که ایرانی اینقدر چوسی میای میگه کن 200 کشور هست اینا همه رو دیدن فیلم هم تو آمریکا داره ساخته میشه به واسطه آمریکایی وقتی میکنه استفاده کنه میگه اینو بزن چون اینا از همه چوسی ترن تو همه فیلم جا نشون میده گردن بندای طلا آقا دیدم می‌خواستم اصلا میگم این بچه های ایران این چی داستان گردن بند دا طلا میندازی ميندزین؟ میندازینش بیرون بعضی مثلا دیدم پ... پا... مثلا نقشه ایران یا مثلا مثلا یه چیز خوشگل مثلا خورشیده اینو شما کی بهتون یاد داده که اینو بندازین بیرون اینا من الان گردن من دارم این گردن بره تو این کجا مد شده این دهاتی بازیه میندازن بیرون اینو بهت میگم یکی از کیری ترین کارهایی که میتونیم بکنیم جون مادرتون یکی از ایران میایین بیرون این کارتو قطع کنین این گردن بندازین تو هیچکی تخمش نیست تو چاغال رفتی 2 میلیون من جمع که یه دونه طلا خریدید روشن پرچمی که بنزین من طلا گردنمه این سیاپوسا رو دیدید رپرو رو گردن بر زنجیر کلوف زن مثلا 2 میلیون یا زنجیر طلاشه اونم کارگیریه یعنی اونا هم همه مسخرهش میگن ایرانی که چش میندازن زنجیرش که اصلا نمیتونی ببینی انقدر نازوکه بعد یه دونه پرچم نازک ایران مپ ایران همه ایرانیای جواد اینو دارن آقا نکنین این کار این چه کس شریه واقعا کجا مود شده مثلا نمیفهمم تلویزیون نمیدیم مثلا بازیگر مردم اینو شو بندازن که خیلی موده. ایران ایرانی ها همه جانبانش. تا میبینی میفهمی ایرانیه خدایی هیچ کسی دیگه میکنه نمیکنه خلاص آقا خودتون جمع کنین نگران دخترو باشین دخترو خیلی خطرناکن اصلا چیزی که شما فکر میکنین نیستن نه شکننده نه ضعیفن ده برابر ما قوی ده برابر ما باهوش دیوس الله یک چونش بچه میزاد من یه بار انم کنگنده شده بود سال 2003 تو فرانسه خونه علیرضا هنو یادمه <laughs> نکن دخترها ضعیفه اینا فقط تو توهم دمهم ماه توهم رو باید جمع کنیم دخترها رو خیلی بهتر میشه باشون رابطه داشت وقتی دختر قوی باشه بغلت و چون نده تو یه بازیکن قوی تو تیمت داری یه نفر مغز تو داره نمیگاد چه حالی میده تا یکی بخواد مغز تو بگاد کن یه دوست دارم زنش کار میکنه مادر اینو گایده چون کار میکنه خب کسکش داری کار میکنی پول در میاد دیگه تو یه رابطه این زن و شوهرین یه تو پول در میاد تو پول در نمیاره اگه تو کارت خیلی قوی بشه که دیگه لازم نباشه زن کار کنه بزنه بیاد بیرون برعکسش هم بشه قبوله ولی بهت دارم میگم اگه برعکس بشه زنه میزنه میره من میگم خب من انقدر دارم پول در میارم که دیگه به تو احتیاجی ندارم برای چی با تو هم اصلا طلاق میگیره میره ولی مرد اگه به پول برسه بزنش میگه عزیزم دیگه کار نکن بذار برات یه ماساژ هم بگیرم ماساژت بدین چه وقت ولی زن این کار نمیکنه نمی زن میگه خاک بر سرت ببین چقدر تو چاغالی که من به پول رسیدم تو گو هنوز به پول نرسیدی فقط دعوا و مرافعه و اینا من دیدم و اینا حدسی نیستا من میگم یه دفعه گوش بدید من از ایران که اومدم به سی نفر دوستان گفتم دارم فقط میرم کانادا چون میخواستم قایم کنم چون 400 تا رفیق داشتم من آدمی هم که رفیق باز سنگین بودم خیلی دیدم و به خاطر آدمی هم که قضاوت نمیکنم کسی و به کسی تیکه بد نمیندازم استفاده نمیکنم چیزی رو که ببینم بعدا در آینده خاری رو بگم خیلی دوستان با من بازن زندگیشون رو به من نشون میدن به من میگن چی میشه چی نمیشه همه چیشو من دارم اطلاعاتشون رو بعد انقدر بار اینو دیدم که دیگه ناراحت شدم زن اگه کار کنه همش مال خودشه چوسیشم رو سر مرده مرد اگه کار کنه چرا نمیتونی بیشتر کار کنی چه منطقی آخر؟ چطوری میتونی توی خانواده زن بره کار کنه و شوهرش قور بزنه من نمیفهمم واقعا خلاصه آقا خودتون رو جمع کنین این بحثی بود که امین میخواست اموز بیاره با راجع دختر یادتون باشه همه گول میخورین سعی کنین گول نخورین کم کوچه نگین فهمیدم واقعا سعی کنین بفهمین با دختر دو دوست میشین اگه بهش بها ندین عکس نمیدونم عکسشو بزنین رو پروفایلتون عکسشو بزنین رو اینستاگرامتون رو فیسبوکت عکس من با چی؟ بکرند گوشی, گوشی اوکی اون چیز شخصیته اون چیزی که تو داری میبینی میخوای رو ببینی ببین ولی وقتی من میام تو فیسبوک تو میبینم بغل عکس دوست دخترت دو گوشی معلوم که بیخایه یا خایمالی مالی از این دو تاست. یا اینکه خودت گفتی خایه مالی هم برم عکس بذارم چون من انقدر خوشحالم که این دختره به من پا داده همه ببینن یا دختر گفته من باید عکسم اونجا باشه من میخوام همه بدونن که دو دوست تو دوست پسر منی توام هم به معروف گفتی اوکی فقط هم دو دلیل دلیل سوم نداره که تو عکس دو سخته بذاری رو پروفایلت رو گوشیت بذار چه میدونم تو آینه توالتت بکش عکسش اصلا بده واسه رو دیوار نقاشی کنن جای خودت شو من با اون ندارم ولی وقتی جای عمومی بهش بهامیدی دختره میره بالا وقتی بره بالا تو رو از پایین نگاه می‌کنی تو دیگه نمیتونی بهش برسی چون اون به تو بهانه نداده فقط هم راه بها به هم دیگه میتونیم بریم بالا و چون تو داری یه طرفه میدی دخترهایی که بره بالا تو رو پایین نگاه میکنه میزن زیر کونت میری تو خای مالی کردی انم شدی اگر یک بار تو تو زندگی عکس دوست دخترت گذاشتی پروفایلت بدون که شخصیت توت چاغاله اون شخصیت مثل من دوباره میگم اگر من چی؟ تو گذاشتی پروفایل مط... راستش رو بخوای یادم نمیاد ولی مطمئنم قدیما گذاشتم یعنی مطمئنم ولی واقعا یادم نمیاد واقعا یادم نمیاد که گشته باشم نذاشته باشم مهم نیست که من که خودم میدونم چاغالم اون کسی که نمیدونه چاغاله از روی عکس شاید بتونه بفهمه چاغاله من آری میدونم چاغالم واسه دیگه تو عکس گوشته باشم نذاشته باشم اصلا فرقی نداره من اطلاعاتی که میخواستمو گرفتم ولی دارم میگم کسی داره نگاه میکنه ویدیو رو نمیدونه چاغاله یا نه دیگه خوشش کنه میگه این کارو کرده بدون چاغالی چیز بدی هم نیست ولی اگه کنترلش نکنی دهن تو میگاد خیلی بد میشه اگه بفهمی خودتو کنترل کنی مغزت میخواد بگه آی جون آی لوف یو ولی دهنت بگه کینم هم, هم نیستی این باز میشه بدی بالا این میشه قوی بشی میشه تو رابطت بچسبی همه بچسبن به همه عاشقت باشن کی رو خواهد منم بالا به محض اینکه بگی خیلی خوب من ریدم به صد تا دختر همه مهم حال دادن حالا از این خوشم اومده به این دیگه نمیخوام برینم چون مادر بچه هامه، چون عشق زندگیمه همون ننتو میگاد همون سوارت میشه همون پولتو میزنه میره همون خونتو خراب میکنه خونتو میاد میفروشه که پولش برداره ببره یعنی مادر جنده از دختر وجود نداره دادا نداره هیتی که نه خب ببین من چون اگه نگاه کنی دفعه اولی که حرفو میزنم من نه میخوام به دخترها برینم نه میخوام به پسرا برینم من دارم توضیح میدم رابطه چریختیه و وقتی دخترها خودشونو بشناسن چون دختر وقتی خوشش میبینه پسرش میگه ای جون ای جون باور میکنه که من جونم به گوی نیستی اون کسی که رو دخترا میاد رو همه مدلای دخترا میاد 4 بیلیون تام دختر داریم ولی دخترها مخصوصا دخترای کشوری بسته فکر میکنن این کوسه رو که میدن بیرون انگار مثلا زودتر پرواز دادن خب خودش که یعنی چه کاری خاصی نکردی ننت هم داد مادر بزرگت هم داد تو هم باید بدی دیگه چه اتفاقی داره میفته چی برات عجیبه ولی یک جوری اینو پو... چیز میکنن که او من دیگه کستم بودم این پسر, پسر... باید پسر کست برای چی اونم کی داد به تو فرقی نداره تو هم همونقدر که فلان اون دوست داره فلان هم تو رو دوست داره یه موقع پسرا دو بیشتر دوستان موقع دخترها بیشتر دوست دارن ولی اینکه ما حشری تریم قبول ما حشری تریم دخترم تو خوشو کنترل کنه حشری نمیشه به اندازه ما حشری میشه الکونا دست میده ولی ما, ما هر سه ثانیه داره چون تو هر بدن ما یه دونه اسپرم تولید میشه هر سه ثانیه اون اسپرم مغز سیگنال میفرسته که بده بکنی بده بکنی بده بکنی تو همیشه حشری نمیدونم چرا دختر اینو نداره برعکسش برعکسشو داره میگه تو یه دونه تخم داری مواظب باش به بهترین بده به قوی ترین بده که بچت گنده باشه احتمال زندگیش زنده بودنش بیشتر بشه و همین اون باید بگیره که انتخاب کنه تو بعد تا میتونی بکنی تکنیکلی وقتی می تو رابطه زن و زن دوباره داره میبره چون زن دلش میخواد به یکی بده نه که دلش به یکی بده داش براش بهتره که به یکی بده بعد اون یکی وایس بالا سرش بچه‌شون نگهداری کنه برسونه بهشون با این موضوع اوکیه که یه بار بده بچه داشه با اون یه نفر بمونه بچه رو بزرگ کنه ولی مرد اینجوری در نشده مرد دیزاین شده که هر ثانیه بره یکی بکنه دنیا اینو میخواد دنیا هم دلش میخواد که من اگه مثلا دی ان ای ام خوبه مثلا انیشتن دی ان خوبه اگه میرفت هزار تا زن رو میکرد الان میخواد دو تا انیشتن از اون هزار تا زن در اومده باشه و این چون هیچ کاری نکرد هیچی نشد بعد میگم ببین مردم اومدن راضی شدیم به زنا خیلی خوب ما دیگه کس نمیکنیم با اینکه حیونا همه میکنن ما هم دلمون میخواد بکنیم هم هم تکنیک نمی ولی باز بزنه میگیم نه نمی ولی یه دونه زن تو دنیا من ندیدم بیاد بگه آقا من میفهمم تو دوست داری بری بکنی برو بکن یه دونه من ندیدم یارو منطقیه میبینی این که من میزنم از کونم که در نمیرم اینا اطلاعات اینا بیولوژیه اینا درسشه که میتونی بخونی از یه زن بعد یه زن باشه که شورش برسه دیگه اینو بخونه میگه اوه پس شوهر من هر 3 ثانیه داش میگه دیگه رو بکنه دمت گرم که تو روزی 12 ازا با میگه دیگه رو بکنی نمیکوس بکنی هیچ دلیلی حرفو نمیزنه ولی یه دفعه فقط یکی یه گوی بخونه نه, نه میگه همه زنان دیگه هم موافقن هیچ نوع منطقی هم توش نه دیگه گفته بود فقط تو میکنه چطور نمیکنه و و و خاطر زن اینه زن یه شخصیت وحشیه است. خودخواه حسابگره ولی ماها یه بخش شخص بچه ضعیف امی من تشنمه ما اینو میبینیم ولی این فیلم من الان بازی کردم منم میتونم حساب بشم این کارا رو بکنم ولی فرقش اینه که هیچ کیرش هم حساب نمیکنه من این کارو بکنم پسر این آپشن نداری خودمون لوس کنیم به کسی به اون حال بده ولی دختر داره تو پامیش میری یه مهمونی خفن تو مطمئنی تمام پسرایی که اونجا خفنن اگه بونش بری روی قایق مثلا 70 میلیون دلاری سوارشی 5 تا پسر اونجا باشن با 5 دختر تو مطمئنی که اون پس پنج پسر یه چیزی هستن یا پولدارن یا معروفن یا مثلا بچه صاحب اون کشتیه درست میگم؟ ولی اون پنج دختر هر گویی میتونن باشن یکی باباش سرایدار مدرسه است ولی چون دختر مماش انقدر بدم هست بیا بیا اون یکی تو خیابون پیداش کردیم تو راه گفتیم کوسه گفتیم سوار شد تا مهمی کجا اومده پس دختر فقط با بودنش هست میتونه به بهترین جاها وارد بشه تو خیابون سوار شد تو پنج کدوم پسر تو زندگیش هم چه اتفاقی افتاده یه سه دختر بزنن بغل تو دختر موفقه اون که سوار دختر موفق بزنن بغل توی ماشین خفن آقا پسر وقت داری امروز بریم قایق سواری بشین بعد ببرنش اونجا بهش غذا بدن مشروب بدن ماساژش هم بدن کرم هم بزنن که پوستش نسوزه بعد دور بشونش تو ماشین برش کردن خونش این اتفاق نمیافته واسه پسرا ولی برای هر دختری امکان داره بیفته فقط کافی خود خوشگل باشه ولی پسر خوشگل باشه قد بلند باشه پولدار باشه دونده باشه هر چیزی که میخواد باشه باشه هیچ چخی نیازش نمیرسه تا اینکه بره 10 سال زحمت بکشه خوشو نشون بده معروف کنه تو اینستاگرام 3 میلیون فالوور داشته باشه بعد اون موقع پا بگیره اونم دو دو خودشه میگه اگه من به این بدم هم میتونم اینستاگرامم بزنم با این عکس گرفتم معروف بشم چهار فالوور بگیرم این امکان داره مخش بتونم بزنم منو بگیره تا آخر دیگه دیگر لازم نیست هیچ کاری بکنم یعنی اونم باز به خاطر این میان به اون گیر میدن نه بخاطر اینکه بفهمیدن یه پسر خوبیه پس بریم بهش حال بدیم نه میگه بز ببینم میتونم بدوزمش پس خودم من اگه دختری داره نگاه میکنه و من کسوش دارم میگم لطفا اونجا بنویس واسه من که من چرا دارم کسوش میگم کدوم حرف من اشتباه بوده من واقعا علاقه دارم ببینم من چون با هر دختری حرفو میزنم میگه راست میگه من نمیدونم تو چجوری خوب دخترها رو میشناسی و این راست میگی ما دقیقا همین انی هستیم که تو میگی اینو داره 100 تا دا دختر من گفت اوکی آقا این دیگه خیلی طولانی شد من میخواستم در دقیقه تمامش کنیم شد یه ساعت روز خوبی داشته باشین همین حرفی داری سوالی داری بگو نداری جمعش کنیم بچه ها بگارفتن من یاد دید. همین الان خوش پیام دادم خیلی روز خوبی داشته باشین چکس